خوش اومدین به چنل خودتون ایکس تاپ 10. امروز هم برگشتیم با یه ویدیو خفن دیگه و قراره با همدیگه با 10 تا از عجیب ترین و جالب ترین اختراعات دنیا آشنا بشیم. پس ادیتور بنواز. شماره 10، اختراع عجیب و جذاب کالسکه و اسکوتر هیبریدی که بسیار مورد علاقه مردم جهان قرار گرفته. بسیاری از مادران شاغل مجبورن که فرزندان خودشون رو با خودشون به سر کار ببرن. با استفاده از این وسیله به راحتی و با صرف کمترین زمان میتونن مسیر خونه تا محل کار رو طی کنن. حتی پدرانی که دوست دارن با بچهای خودشون هم قدم بزنن اما از رو تنبلی از قدم زدن گریزانن، میتونن از این اسکوتر استفاده کنن و بدون خستگی مسافت‌های طولانی رو طی کنن. شماره 9، کروات فلاسکی. یه اختراع فوق‌العاده عجیب که حتی به ذهنت هم خطور نمی‌کنه. ممکنه موقع کار به نوشیدنی احتیاج پیدا کنی. حالا فرض می‌کنیم که اونقدر تنبلی که نمی‌خوای پاشی بری یه لیوان آب یا چای یا هر چی بخوری. تو این کروات می‌تونی از جمله آب، قهوه، چای و هر چیزی که دوست داری بریزی و با نی که داخل کروات است از اون بنوشی. البته بهتره که جلوی بقیه این کارو نکنی چون واقعاً عجیبه. شماره 8، گلوله ساز برفی. اگه شما موقع درست کردن گلوله های برفی دستاتون یخ میزنه یا نمیتونین یه گلوله قشنگ و گرد درست کنین، این دستگاه برای شماست. این اختراع کارت راحت میکنه و با این دستگاه میتونین گلوله های برفی یک اندازه و مرتب درست کنین و به جنگ گلوله برفی با دوستات بپردازین. شماره 7، کیبورد نامرئی. استفاده از کیبورد نامرئی و ابزارهای نامرئی همیشه جزو جلوه‌های ویژه فیلم‌های علمی تخیلی سینما و هالیوود بوده. اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی کاملا محقق شده و از دنیای فیلم و سریال خارج شده. با این دستگاه الکترونیکی که با استفاده از امواج الکترومغناطیسی به صفحه اصلی کامپیوتر متصل میشه، شما میتونید به راحتی اون رو روی یک سطح صاف قرار بدین و مثل یک کیبورد واقعی با اون تایپ کنین. شماره 6، آکوانوت. تا به حال توجه کردین معمولا ایده های بک زمانی به ذهن انسان میرسه که زیر دوش حموم وایساده. دلایل متعددی برای این اتفاق وجود داره اما نکته مهم اینه که اگه این ایده ها به خاطر سپرده نشه و جای نوشته نشه از دست میرن. اما چگونه اونا رو به خاطر بسپریم؟ چون که نمیشه کاغذ و قلم زیر دوش آب برد یا حتی گوشیمون رو ببریم. اینجا همونجاست که این ابزار و اختراع جالب به کمکتون میاد. یه دفترچه یادداشت ضد آب که روی دیوار حموم نصب میشه و شما میتونید راحت ایده‌هاتون رو روش بنویسید. این دفتر برای شما دیگه چیزی فراتر از یه ایده مسخره و کاملا کاربردی به حساب میاد. شماره 5، چوب هوشمند بینا و هشدار دهنده. چند سال پیش کور سیلان که نابینا سعی داشت با استفاده از عصا و مکانیاب گوشیش راه خودش رو به هتل پیدا کنه، در حالی که یه چمدون هم دستش بود. اما هر بار که میرفت به یک ستون و جایی برخورد میکرد تا اینکه پیشونیش زخم شد. سیلان تصمیم گرفت یه اختراع شگفت انگیز رو انجام بده به نام ویواک. این اختراع در واقع عصای هوشمندیه که موانع و اشیا رو شناسایی میکنه. این عصا قابلیت وصل شدن از طریق بلوتوس به اپ‌های مختلفو داره و قادره که در جابجایی به افراد نابینا کمک کنه. شماره 4، قفل اثر انگشتی. قفلای متعارفی که ما میشناسیم معمولا یا اینکه رمزی ان یا کلید دارن که رمزا ممکنه فراموش بشن و کلیدها گم بشن. اما فناوری جدید قفل قابل شارژ هوشمند رو ارائه میده که با استفاده از اثر انگشت یا کلید میتونه اونو باز کنه. این قفل مجهز به ظرفیت حافظه برای ثبت 10 اثر انگشته که میتونید مورد استفاده همه اعضای خانوادهتون قرار بدین و دیگه نگران گم شدن کلید یا فراموش کردن رمزتون نباشید. شماره 3، هدفون های مترجم وایرلس. این ایده خیلی کاربردیه. به محض اینکه این هدفون‌های کوچیک رو تو گوشتون قرار بدین، به طور اتوماتیک شروع به ترجمه مکالمات اطراف میکنه و به هر زمانی که دوست داشته باشین اونا رو ترجمه میکنه. حالا نکته جالبش اینه که این هدفون تمام این کارا رو بدون اتصال به اینترنت انجام میده. و از این رو با استفاده از این هدفون‌ها میتونین مسافرت داشته باشین به کشورهای خارجی و بدون نیاز و نگرانی برای یادگیری زبان‌های خارجی از اونجا لذت ببرین. شماره 2، بالشت بغلم کن. بغلم کن. من از همه خستم. این اختراع دیگه خیلی عجیبه. ممکنه شما هم از اون افرادی باشین که همزمان برای خواب به بغلم احتیاج دارین. این بالشت بغلم کن به شما کمک میکنه که به این امر دست پیدا کنین. همه به بغل نیاز دارن و همه عاشق چور زدنن. برای همین این یه ترکیب خیلی جالبه که کمک میکنه خواب راحتی رو داشته باشه. شماره 1، آیا تا به حال شده که دلتون برای کسی که ازتون دوره تنگ بشه و حتی زنگ و پیام زدن هم نتونه این دلتنگی رو کمتر کنه؟
برای حل این ناراحتی شما دستگاهی شبیه به دست انسان طراحی شده که شما با گرفتن اون تو دستای خودتون حس میکنین که دست فرد مورد نظرتون رو گرفتین و این میتونه احساس خیلی خوبی رو بهتون منتقل کنه.